سلام، من جانت الکساندر هستم و در یک خانواده مسیحی در تهران به دنیا آمدم و از همون بچگی علاقه خاصی به وجود خدا داشتم و یادم هست که زمانی که بچه بودم عموم مریض بود و عقیده داشتم که اگر که از نردبان استفاده کنم و برم بالای پشت بام و از آنجا با خدا صحبت کنم، خدا دعایم را بهتر میشنوه، چون عقیده داشتم هرچه به خورشید و ماه نزدیک بودم به خودم نزدیکتر میشدم. زمانی که 13-14 ساله بودم خاطرم هست که پدر و مادرم مرا با 4 برادر کوچکتر از خودم گذاشتن و به اسرائیل سفر کردن برای بهبودی و سلامتی پدرم، چون وضعیت جسمانی خوبی نداشت. و خیلی برام جالبه الان که به اون روزا فکر میکنم، متوجه میشم که و یا با بچه هایی که الان هم سن و سال اون زمان من بودن، من چطور میتونستم که اون همه مسئولیت را به دوش بگیرم. 4 تا پسر شیطان که میتونستم خیلی برام مشکلات ایجاد کنن، ولی نمیدونستم که این نیرو از طرف خداوند همراهم بود و من خیلی راحت اون مسئولیت ها را به گردن گرفتم و تونستم که 4 تا برادر رو به سلامت به مقصد برسونم تا اینکه پدر و مادرم برگردن از اسرائیل. و خوب یادمه شنبه شبها میرفتم کلیسا و دعا میکردم که خدا کنه زودتر پدر و مادرم برگردن. من در حقیقت همیشه با ترس خدا آشنا بودم. من خدای واقعی رو نمیشناختم. من فقط خدا رو میشناختم که اگه کار درستی انجام بدم، کار اشتباه نکنم، دروغ نگم، حق کسی رو ضایع نکنم و حق کلیسا رو به کلیسا بدم، همینقدر رو بس. درسته که خدا جواب دعاهایم رو میداد، چه از نظر مالی، چه از نظر جسمانی، از هر نظر، ولی خدا در عوض از ما یه انتظار داشت که او رو بشناسیم، در صورتی که من اصلا او رو نمیشناختم، ولی خودش منو میشناخت و میدونم که کارش رو با من شروع کرده بود خداوند. حدود 30 سال پیش ازدواج کردم و صاحب 2 فرزند پسر شدم. من هر روز و هر روز بیشتر و بیشتر تشنه کلام خدا میشدم و به خاطر همین عضویت کلیسا رو گرفتم و وارد کلیسا شدم تا بتونم با خدماتی که میتونم بکنم مورد لطف خدا قرار بگیرم. شروع کردم به فروش شمع و خاموش کردن شمع ها و حقیقتا شاهد دعواهایی هم میشدم در این حین که یکی میومد میگفت شمع من رو چرا زودتر خاموش کردی، اون یکی میگفتش که مال منو بذار بلندتر روشن بشه تا بتونم با خدا بیشتر راز و نیاز داشته باشم. دریغ از اونجا که خداوند خودش شمع ما بود، خداوند خودش نور بود، اومد در ما ساکن شد، ولی ما به وسیله روشن کردن شمع‌های کوچیک می‌خواستیم خدا رو خوشنود کنیم. و پسر خودم رو برداشتم و وارد کلیسا کردم و می‌خواستم به هر طریقی مورد لطف خدا قرار بگیرم و خدمات زیاد و حتی شروع کردم به دوختن لباس‌های کشیشای محلمون و از این طریق خواستم خدا رو بیشتر و بیشتر خوشنود بکنم. اولین باری که با یک مسلمانزاده مسیحی من ملاقات داشتم زمانی بود که برای خرید هدایای ژانویه توسط همکارانم راهنمایی شده بودم که به یک خانه‌ای بروم و بشقاب هایی بود که روی اون بشقاب ها کار صنایع دستی بود که نقش درخت کریسمس و بابا نوئل و اینجور تصاویر رو می کشیدن. زمانی که من به خونه اونا رفتم تا این بشقابا را بخرم، برام خیلی جالب بود که دیدم وسط سالنشون یه درخت کریسمس خیلی بزرگ که من تو عمرم ندیده بودم که درخت میتونه اینقدر بزرگ باشه. و با تعجب به جای اینکه متوجه بشقابا باشم به درخت کریسمس نگاه میکردم و ازشون پرسیدم مگه شما مسلمان نیستین؟ و اونها گفت با شادی خاصی که من هیچ وقت توی هیچ مسیحی ندیده بودم، با شادی خاصی برگشتن به ما گفتن نه ما مسلمان زاده ای ولی مسیحی شدیم.
حقیقتا من پی نبردم که اینا چی میگن، راجع به چی دارن صحبت میکنن. مگه میشه در ایران آدم مسلمان به دنیا بیاد و مسیحی بشه؟ حاج واج از خونه اونا اومدم بیرون، ولی نمیدونستم که خدا داره با من صحبت میکنه از طریقایی که خودش میدونه، نه از طریقی که من باید میدونستم. در همین حین به همسایگی ما یک مسلمان زاده آمدند که خیلی زن مهربان و با محبتی بودند و با من خیلی ارتباط نزدیکی داشت و هر بعد از ظهر وقتی از سر کار من می اومدم یا خودش می اومد، اولین کاری که می کرد می خواست با من وقت بگذرونه و خیلی اوقات خوبی با هم داشتیم. تا اینکه یک روز زمانی که عید نوروز بود و هفت سین را چیده بودن تو خونهشون، منو صدا کرد که برم و باهاشون قهوه بخورم. خیلی جالب بود وقتی که وارد خونهشون شدم، دیدم هفت سین خیلی قشنگی چیده بودن و قرآن هم اون وسط بود و چون من دفعه اولی بود که قرآن رو می دیدم، دفعه اولی بود که هفت سین رو می دیدم، خیلی با اشتیاق فراوان رفتم و با بدون اینکه فکری بکنم دستم رو دراز کردم و قرآن رو برداشتم که ببینم چجور کتابیه. و جالب این بود که مادرش احساس کردم حالش به هم خورد و یه حال خاصی پیدا کرد و با شتاب خیلی فراوان کتاب از دست من قاپید و من تعجب کردم، گفتم چی شد؟ چرا مادرت اینطوری با من رفتار کرد؟ چرا کتاب رو از دستم گرفت؟ من فقط میخواستم نگاه کنم. و دوستم با شرمندگی خاصی با من و من کردن گفتش که میدونی جانت، آخه تو نجس هستی، تو نباید دست به کتاب بزنی. این برام خیلی جالب بود، یعنی همینجور هاج و واج موندم. مگه میشه که آدم نجس باشه برای دست دادن به کتابی که میگن از طرف خدا اومده؟ بعد از اون روز ما بیشتر راجع به دین هامون با هم دیگه صحبت میکردیم، ولی جالب این بود که اون با وجود اینکه مسلمان زاده بود، اون بیشتر از عیسی مسیح من میدونست. البته این برای اولین باری بود که حسادت در من اوج گرفت و البته به دروغ برگشتم ازش پرسیدم که میشه ازت خواهش کنم که کتاب انجیل فارسی رو به من بدی که من بخونم؟ حقیقتش من به زبان ارمنی خوندم ولی به زبان فارسی هنوز نخوندم کتاب مقدس رو. البته دروغ بزرگی بود که داشتم بهش میگفتم، ولی چاره ای نداشتم. غرورم اجازه نمیداد که بگم من راجع به دینم هیچی نمیدونم، من فقط شریعت رو بلدم. و از شما چه پنهان، کتاب مقدس خیلی کوچیکه که خیلی ریز نوشته شده بود، با هزار و یه جور منت به من داد که با هزار شرط و شروط که نکنه کثیفش کنه، نکنه خط خطیش کنه، نکنه که مثلا خرابش کنی، همینطور که بهت دارم میدم این کتاب رو تو باید به من برگردونی. گفتم باشه، قول میدم که تمیز نگهش میدارم. و خیلی جالب بود روز بعدش وقتی که با همسایه‌ها نشسته بودیم و داشتم من این موضوع رو براشون تعریف کردم که همسایه من به من یک کتاب مقدس فارسی داده، در اونجا یکی از خانم‌های همسایه ایماندار بود ولی هیچ وقت به ما نگفته بود که او ایماندار است و برگشت به من گفت که خب حالا که اینطوره من بهت میدم یک کتاب مقدس بزرگتر به تو میدم که اونو بخونی و میخوای اونو بهش پس بده، حالا که اینقدر روی این کتاب مقدس حساسه و نمیخواد خط بندازی. خیلی خوشحال شدم و کتاب مقدس رو از ایشون گرفتم و شروع کردم به خوندن، فقط به این نیت که اگر که در وعده های بعدی صحبتی میشه منم یه چیزی داشته باشم برای صحبت کردن و کم نیارم. در این حین اگر احیانا سوالی چیزی برام پیش می اومد، من به کشیشا مراجعت می کردم، ازشون می پرسیدم، ولی از شما چه پنهان هیچ وقت منو قانع نمی‌کردن با جواب سوالایی که بهم میدادن و اون تشنگی که من داشتم نسبت به اینکه خدا رو بشناسم نمیتونستن جواب سوالای مرا بدهن. طولی نکشید که ما به فکر مهاجرت افتادیم و در عرض 4 روز همه چیز را برباد داده و به فکر مهاجرت افتادیم. و جالب این که شب به مقصد رسیده بودیم و ما را هدایت کردن توی هایمی، توی خونه‌ای که به ما میدادن. و زمانی که صبح بیدار شدیم من متوجه شدم که در کلیسای یک هایمی ما بودیم، ساکن شده بودیم و هر یک شنبه من میرفتم و توی این کلیسا میشستم و دعا میکردم. با
با وجودی که نه آلمانی بلد بودم نه انگلیسی بلد بودم، ولی فقط اون صدایی رو که میشنیدم احساس میکردم به خدا نزدیک و نزدیکتر بودم. و خدا کاری رو که شروع میکنه واقعا به وقوع میپیونده. خدا تشنگی من رو وقتی دید، خدا اونقدر لطفش زیاده که کشیشی برام فرستاد توی همون هایم، کشیش مسلمان زاده. و این خیلی برام جالبه. من اولین هدیه‌ای که میخواستم بگیرم توسط یک مسلمان زاده بود، اولین کتاب مقدس به وسیله یک مسلمان زاده بود، اولین کشیشی که من به طریقش راهنمایی شدم یک مسلمان زاده بود. و تعجب میکردم، خدایا با من داری چی کار میکنی؟ چه نیتی داری؟ چرا اینقدر مسلمونا دارن به من هدایت میکنن که تو رو بشناسم؟ و الان متوجه شدم که واقعا خدا با این کارش میخواست نشون بده که یهودی، غیر یهودی یا هیچ قومی براش فرقی نمی کنن و همگی در نظر او یکسان هستند. و چنان که من مسیحی زاده بودم، من مغرور بودم از اینکه مسیحی زادم، ولی من این غرور رو زیر پا گذاشتم وقتی متوجه شدم که من خودم از طریق یک مسلمان زاده میتونم عیسی رو بشناسم. و شکر میکنم برای روزی که خداوند این اشخاص را استفاده کرد که من رو به راه راست و درست هدایت بکنه. من هنوزم اون غرور مسیحی شریعتی مو نمیتونستم زیر پا بگذارم و هرچی اونا میگن قبول کنم. مسلماً همیشه با اونا درگیر بودم، همیشه با اونا بحث میکردم که شما درست نمیگی، من درست میگم، من زیر شریعت بزرگ شدم، من مسیحی زاده هستم. و حتی خوب یادمه که با روسری به کلیسا میرفتم و حتی نگاه نمیکردم، میدیدم همه اونا بدون روسری به کلیسا میان، میگفتم که شما اشتباه میکنیم. این زمان گذشت تا اینکه ما وارد آمریکا شدیم. و زمانی که من وارد آمریکا شدم، حقیقتا شیطان وقتی میبینه که فرزندان خدا در راه او قدم برمیدارن، او هم بیکار نمیشینه و حملات خودش رو داره. و دیپریشن خیلی خیلی عظیمی من رو فرا گرفت، در صورتی که هر وقت شب میشد من شروع میکردم به گریه کردن. خودم علتش رو نمیدونستم چرا باید گریه بکنم، ولی بیدرنگ گریه میکردم. انقدر گریه میکردم که از حال میرفتم و میخوابیدم. یک شب شوهرم با اصرار من رو برداشت، گفتش که بیا بریم خونه خواهرم، میشینیم، میخوریم، مینوشیم، صحبت میکنیم، روز شب خوش میگذرونیم، برمیگردیم خونه. و وقتی وارد خونهشون شدیم، من بیدرنگ رفتم و تو بالکن اونا نشستم و شروع کردم به گریه کردن، انگار نه انگار که من مهمون اون خونه هستم. زمانی که تو بالکن نشسته بودم و برای خودم گریه میکردم، در عالم خودم بودم، همون دختر خواهرشوهرم که چندین بار با خودم با زمانی که اتریش بودیم به خونه جلسات خونگی برده بودم، اومد و مثل یک فرشته خداوند به او این نیرو رو داده بود که اومد و فقط دستش رو روی شونم گذاشت، گفت جانت، تو که مسیر رو میشناختی چرا اینجوری شدی؟ این دو کلمه آنچنان در روی من اثر کرد، اونچنان در زندگی من تغییراتی ایجاد کرد که به غیرتم برخورد، به خودم اومدم و از سر مو تا نوک انگشتای پام مثل اینکه یک برق 220 ولتی عظیمتری وز کرده بودن. تمام بدنم تکون خورد و از جا بلند شدم و گفتم وای، شرم بر من که منی که مسیر رو میشناختم به این روز افتادم. صبح اول وقت بلند شدم و زنگ زدم به خانم اون کشیشی که در اتریش با هم آشنا شده بودیم. اونا الان در سن‌حوزه زندگی میکنن. من باهاش صحبت کردم و ازش خواستم که کلیسایی رو به من معرفی کنه. شماره تلفن کلیسایی رو به من داد. وقتی من به اونجا زنگ زدم، کلیسای ایرانیان بود، اولین کلیسای ایرانی که زنگ زدم باهاشون صحبت کردم. و از همان زمان من و پسر کوچیکم وارد کلیسا شدیم و در همان سال من قصه تعمید گرفتم و خدمتمو در کلیسا شروع کردم. و دو سال بعد پسر کوچیکترم قصه تعمید گرفت و اون هم در کلیسا خدمت میکنه. من قبلا هم برای خودش
قدم برداشته بودم، خدمت میکردم، ولی اون موقع من خدای واقعی، خدای اصلی عیسی مسیح را نمیشناختم. ولی الان با وجود اینکه عیسی مسیح را میشناسم، سعی میکنم نه اینکه فقط برای خودم فکر کنم، سعی میکنم که بیشتر و بیشتر در شرکت در جلسات مختلف بتونم که هم خودم یاد بگیرم، هم به دیگران این اطلاعات رو بدم و بیشتر و بیشتر مردم رو به عیسی مسیح آشنا کنم. در واقع زمانی که ما قصد تعمید گرفتیم، حملات شیطان هم از طرف دیگر موجب اذیت و آزار ما میشد و تمامی فامیل به ما برمیگشتن میگفتن که شما چرا قصد تعمید دوم گرفتین؟ شما که قصد تعمید شده بودین و شما چرا اصلا دینتون رو عوض کردین؟ متاسفانه اونایی که در شریعت هستن فکر میکنن که زمانی که سعی میکنی که خدای واقعی رو بشناسی، عیسی رو بشناسی، یعنی اینکه دین تو عوض کردی. در واقع ما خدای واقعی رو شناختیم، ولی خدا بیکار نبود و خداوند همیشه همراه ما بود، همیشه توسط روح القدسش منو راهنمایی میکرد که بتونم بیشتر و بیشتر اونو بشناسم و همین باعث شد که من در کارم بیشتر موفق بشم، بیشتر در کار خدا رخنه کنم و در این اواخر شروع کردم به بازی در تئاتر و به این صورت خدمتم رو شروع کردم در کلیسا و در تئاترهای متفاوتی بازی کردیم که فقط و فقط نیتم این بوده که خداوند جلال پیدا کنه و جلال خداوند برایم بهترین و بزرگترین هدفیه که در زندگیم الان من دارم و تنها شعاری که میتونم در زندگیم بدم اینه که خدا از من روی نگردونه و الا انسان ها میتونن در خیلی موارد انسان رو کنار بگذارن، ولی به این امر واقفم که خداوند اگر کاری را در ما شروع کرد تا به آخر به پایان میرسونه. تنها این موضوع رو خیلی خوب یاد گرفتم که در خدا قوت هر کاری را دارم و این منو انرژی میده. متشکرم از اینکه وقتتون رو به من دادین و شهادت زندگی منو شنیدین.